شهریور اول سپتامبر یک سال بعد از حماسه کبیر ملی و میهنی آرمانی و جهانی کهکشان اشرف با 52 قهرمان مجاهد خلق ما امروز جمع شدیم اینجا نه فقط به این دلیل که از درد و داغ و فراق‌ها صحبت کنیم اگرچه که اونها بسیارند بلکه اینجا جمع شدیم تا بگوییم که چه ارزش‌ها چه حیات چه سرزندگی و چه مقاومت و چه پایداری رو اونها نمایندگی کردند و از خود به جای گذاشتند. اونها ارزش مقاومت به هر قیمت، ارزش حیات واقعی، سرزندگی و سرشاری واقعی، ارزش ایستاده مردن و نه بر زانوان زیستن رو در مداری صد چندان به همه آموختند. و آنها این چنین بذر هزار اشرف رو به همه جا پاشاندند. اونها و شما مصداق واقعی حاضران و ناظران در همه زمانها بوده و هستید. مصداق واقعی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اونها الان در اینجا نه یک نام، نه یک تصویر و نه حتی یک شهید والا مقام، یک شهید قهرمان مجاهد خلق، بلکه لشکری قدرتمند و پرتوان بودند و هستند که همه جا رفتند، همه جا رو فتح کردند، از زندانها تا تمام خانه ها در سراسر ایران و در سراسر دنیا. بسیاری از خانه ها در بسیاری از شهرها در ایران و در سراسر جهان. آنها آموختند که می توان به هر قیمت با هر امکانی مقاومت کرد و نهایتاً پیام حیات واقعی و زندگی واقعی رو به همه جا رساند. آنها این پیام رو به همه جا بردند. از سیاستمداران، پارلمان‌ها و پارلمانترها، انسان‌های دردمند و آزادی‌خواهی که دردی دارند. بله، همه اونها آموختند از شما که می توان و باید با سرشاری و سرزندگی تمام مقاومت کرد، پایداری کرد و این پیام رو به همه جا برد. الان اونها اینجا تک به تک بیانه ها و شاخص هایی از این مسیر پرشکوهند، از این لشکر قدرتمند، از ارتش آزادی بخش ملی ایران، گوهران بیبدیل، شاهرخ اوحدی، شهرام یاسری، ناصر کرمانیان، احمد بوستانی، نبی سیف، سعید نورسی، محمد علی محمودی، علی رضا پور محمد، عبدالحلیم نارویی، ابوالقاسم رضوانی، علی اصغر قدیری، بیژن میرزایی، حمید باطبی و نسلی از جوانان میلیشیا که به حق نسل بیشماران مسعود رو تکثیر کردند و الان خودشون خالق نسل جدیدی در این مسیر پرشکوه مبارزاتی شدند. امیر حسین افضلنیا، امیر مسعود نظری، رحمان منانی، حسن جباری، ناصر حبشی، سعید اخوان هاشمی، یاسر حاجیان. و خواهران قهرمانم، سرداران و قافله سالاران
حماسه بزرگ اشرف، زهره قائمی، گیتی گیوچیان، ژیلا طلو، میترا باقرزاده، فاطمه کامیاب و مریم حسینی. الان تمام زنان دنیا و ایران به شما افتخار و مباهات می کنند. شما صفی پولادین و ارزشمند، تشکیل دادین جبهه قدرتمند از زنان آزاده و رها که برای ارزش‌های برابری، برای ارزش‌های بالای انسانی، برای آزادی و برای رهایی خلق و میهنتون از استبداد، ارزش‌های نوینی به دنیای جدید عرضه کردید. این جبهه و این صف، صف و جبهه است که ضروری و نیازمند برای جامعه بلازده ایران و جامعه خمینی زده ایرانه و صف و جبهه است که ضروری و لازم است برای منطقه و جهانی که به بلای افراطی‌گری، تروریسم و بنیادگرایی مبتلا شده. و شما سرداران و فرماندهان والای ارتش آزادی بخش، شما که بیش از چند دهه در مبارزه علیه شاه و خمینی در صحنه حاضر بودید، در اوج آگاهی و با روی باز از همه ابتلاعات عبور کردید و این چنین حماسه ساختید. گوهران بی‌بدیل، برادران والا مقامم، علی فیض شبگاهی رشید، حسین مدنی، محمد رضا وشاق، مجید شیویاری، مهدی فتح‌الله نژاد بهروز، غلام عباس گرمابی، محمد جعفرزاده، علی اصغر مکانیک، سیروس فتحی، ناصر سرابی، حسن غلامپور، کوروش از فرماندهان والا، فریبرز شیخ الاسلام، اصغر عمادی، ابراهیم اسدی، محمود رضا صفوی، سید علی سید احمدی، اردشیر شریفیان، شجاع الدین متولی، عباد سعیدپور، سعید که اغلب شما اونو میشناسین و در موردش شنیدین، حمید صابری، علیرضا خوشنویس، محمد گرجی، حسین مام رسولی، رحمت بلوک نخجیری، هادی نخجیری و حسین سلطانی. راستی که شما چه درس بزرگی به دشمن دادید. شمایان که آتش رزم شما را سر خاموشی نیست، در شما تا به ابد رنگ فراموشی نیست، نامتان بر لب تبدار وطن جاری شد، خونتان ضامن پیروزی و بیداری شد. آری، و حالا نوبت شماست که این همه سرزندگی، حیات، نشاط، مبارزه و مقاومت را ادامه بدهید، مشعل آنها را در دست بگیرید و هزار اشرف بسازید. آری، الان نوبت شماست.